خب رفقا سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من خوشحالم این اولین ویدیو گیمینگ منه. خیلی دوست داشتم که براتون این لاین از در واقع ویدیوها رام استارت کنم خیلی زودتر، که حالا فکر کنم الان قسمتش بود. من قبل از این سه تا ویدیو دیگه کامل گرفتم توی دو هفته گذشته، ولی هر کدومش مشکلی داشت و این ویدیو چهارمه و فکر میکنم که ورژن نهایی باشه. رفقا اول ویدیویی که براتون تصمیم گرفتم بذارم، گفتم از فیفا 25 باشه و چیزی که هست، من التیمیت تیمو توی دو هفته ای که در واقع بازی اومده را انداختم، تیممو چیدم، حالا نشونتون میدم. و اینکه جوایز هفتگی دیویژن رایولز اومده، با هم پکاشو میزنیم به امید اینکه واکاوت خیلی باحال در بیاریم. و اینکه سعی میکنم هر روز براتون ویدیو بذارم توش با حالا به جز فیفا بازی دیگه رو انجام بدم و با هم بریم واسش. خب بریم وارد التیمیت بشیم. این هفته ایونت رود تو دی ناک‌اوت اومد بچه ها، که در مورد بازیکنایی که توی تیمای میبینیم توی تیمای لیگای اروپایی، یعنی خود UCL، یورولیگ و لیگ کنفرانس در واقع که حضور دارم. و حالا این بازیکن ها نحوه آپگرید شدنشون هم هست، که هر کدومشون بسته به بازی تیمشون که حالا بوردی رو در واقع به دست میاره یا جایگاهش توی جدول، اینا آپگرید میشن پلاس و تو پلاس میگن که امسال به فیفا اضافه شده و خیلی در واقع نکته جالبیه که حالا راجبش بیشتر حرف میزنیم. خب رفقا یه مورد پلی بشیم. آها یه مود خیلی جالب اضافه کردم بچه‌ها امسال به اسم راش، که 5v5، یعنی شما با 4 تا از دوستاتون میتونین بازی بکنین، شما با 3 تا از دوستاتون میتونین بازی بکنین و نفر پنجم که گولره در واقع کسی نمیتونه انتخاب بکنه و در واقع کنترل اون با کاپیتان هست. خب رایبه من دوستان دیویژن 4م، کسایی که FC 24 رو تا دیویژن الیت بالا رفتن بازی امسال براشون از دیویژن 5 استارت شده و خب من دیویژن 5 بودم و گرافی در واقع دو هفته رسیدم به دیویژن 4 ریوارد آپگرید. پکارم میبینیم 75 ضرب مثبت 75 ضرب داره 25 یه دونه، 72 مثبت 75 ضرب داره 15 تری دوباره یه دونه میگا پک و مثبت 82 تیم آف دی بیک پلیه یه دونه هم پیکه یکی از 84 که فکرم اون اول اصلا باید بزنیم. خب امیدوارم که این یه چیز خیلی خوب باشه. 1 2 3 آبا خالی دیگه چون رید هر دردن خب این از این جالب. آها بزنیم بچه من سریع بهتون تیم همو نشون بدم ببینیم که چی کار کردم با تیم. میبینیم دیویژن 4م و تیم هم ببینیم که حالا فعلا برش نداریم. رفقا ببینیم مارکوس تورام، مارکوس رشفورد، برونو فرناندز، پالمر، سانچو، کونالی، مارتینز اولوشن شده، داره اولوشن شده، مارتینز گولر آرژانتین، پاوارد و بودوگی. حالا نیمکت هم کورا، ورنر، دیابی، آدیمی، زکریا، رولفو و توانزبه بازم بروشن شده. حالا این ها رو گوشتمشون صرفا اینجا. ولی بچه من دقت کردم خیلی یه مقداری پیس دوباره مهم شده تو این فرق. بسیار این تعویضی هم این آیه این ترجیه هم کسایی گوشتم که پیس بالایی داشته باشن. یه نکته خیلی جالب دیگه که بچه ها اضافه شده که من بخوام بهتون بگم، اول از اینکه مربی ها بچه ها هر کدومشون دیگه یک سری در واقع پریست دارن که بهتون میگن. مثلا میگه که آقا مثلا مورینیو فورمیشن 4-3-3 فورمیشنی 4-3-4 فورمیشنی که در واقع شما اگر سیستمتون باشه این فورمیشن رو بذارید عملکرد بهتری داره تیمتون. مدل بیلداپ خودش رو داره که میتونید استفاده بکنید که شورت پاس دیفنسیو اپروچش هم هایی که حالا دارن رو بتونید. اینجا هم یک سری در واقع کلاسه بندی کرده که آقا اینا چه نقاط قوتی داره چه نقاط ضعفی داره، که برای هر مربی
این در واقع وجود داره با توجه به چیزی که توی دنیا واقعی فوتبال اتفاق میفته. که میبینید مورینیو هم زده الان در واقع برای مربی فنرباخچه است. حالا یه چیز دیگه که میخواستم بهتون میگم که خیلی جالبه، توی تیم منیجمنت که میان اینجا یه قسمتی داره که تاکتیکه، یه قسمتی داره که در واقع اسایمنته. من اسایمنت رو اول بهتون میگم. اینجا همون چیزی، این آریه که میزنیم میان اینجا همون چیزیه که بوده قبلا. کاپیتان رو میتونی تعیین کنی، دروازه‌تون رو کی بزنه، دروازه از راه دور رو کی بزنه، پنالتی رو کی بزنه، کورنر چپ راست که برامون همه رو برونو میزنه بجز دروازه از راه دور. حالا یه چیز جدیدی که اضافه کردم و خیلی جالب شده اینه که شما میتونی تعیین کنی توی کورنر بازیکناتون کجا وایسن. یعنی یادتونه قبلا مثلا میگم فنداک تو باید میزد، ولی یه دونه مثلا سولشر تو تیمم بود پارسال و اون میومد جلو وای میسه. من جلوم که آقا تو نمیخوام باشی، من میخوام فنداک اینجا باشه و اینو نمیتونستم کارش کنم، ولی این تو درستش کرد. کسی که در واقع تارگته، کسی که نزدیک، بازیکنی که نزدیکتر به اون طرف که کورنر داره زده میشه اون در واقع گوشه باکس وای میسه و کسی که دورتر وای میسه به نسبت طرفی که داره کورنر زده میشه. اینو پس میتونی تنگ کنی. حالا وارد تاکتیک که میشین، اینجا فورمیشنتونه، استایل بیلداپتون و حالا مدلی که قرار دفاع بکنه. من روش دفتر رو میزنم که اینجا سری پریست داره که میتونین شما خودتون، یعنی میتونین از اون استفاده بکنین، میتونین هم کاستوم خودتون رو در واقع قرار بدین. فرمیشنتون که اینجاست، روش مثلث رو بزنین، بهتون میگه آقا بقیه فرمیشنی که میتونین استفاده بکنین میتونین بزنین چی هست. مدل های بیلداپ سه مدل داره. بالانس که در واقع میشه گفت ترکیب هر دو تا مدلیه که استفاده میشه. حالا اون دو تا مدل چیه؟ یکیش مدل کانتره که فست بیلداپ. یعنی چی؟ یعنی بازیکناتون وقتی که توپ رو دست میارن سریع شروع میکنن حمله کردن، یعنی اون کسی که توپ دستشه بقیه بازیکن‌ها جوری حرکت میکنن که اون بتونه سریع بهشون پاس بده و سریع وارد زمین حریف بشه. که حالا دوباره اینجا نقاط قوت و نقاط ضعفش رو نوشته. مثلا این که میگه آقا استامینا تیمتون کم میشه ولی از اون طرف سریعتر میتونین بازی مستقیم این انجام بدین. اینا رو همه نقاط قوت و ضعفش رو نوشته. یه حالت دیگه هست که شورت پاسه. یادتونه قبلا توی فیفا قبلی یه استایلی بود به اسم پوزیشنینگ که بازیکن‌ها به هم نزدیک میشن، بیلد آپ اون سرعت رو نداره، اسلوتر اتفاق میفته، بازیکن‌ها بیشتر سعی میکنن که مالک توپ باشن. که اینم دوباره میگم نقاط قوت و نقاط ضعف داشته، ولی من چیزی که امتحان کردم و خیلی اوکی بود واسم حالت بالانسه که گذاشتم، که ترکیب اینو پاس هم در واقع پوزیشن میکنن بازیکن‌ها توپ رو سعی میکنن حفظ بکنن، همین که سریع و اونجایی که نیاز باشه وارد نیمه حریف بشه. حالا توی دیفنسیو هم اینجا شما اول از اینکه مثلث رو بزنید میتونید دستی جابجاش کنید، ولی خودش یه سری پریست گذاشته. یعنی چی؟ مثلا از کم کمش میام بهت یه حالتی داره به اسم دیپ. یعنی وقتی شما بازیکناتون توپ رو از دست میدن سریع برمیگردن که حالا در واقع قرار گرفتن لاین هم خودش تو تعریفاش گفته 25. یه حالتی داره که بالانسه، باز ترکیبی. یعنی چی؟ یعنی وقتی که توپ از دست میدن هم برمیگردن از جلو اگر که شرایطش باشه، در واقع هم برمیگردن رو به هدف، همین که اگر شرایطش باشه از جلو سعی می‌کنن پاس بدن. یه حالتی وجود داره به اسم های که حالا رو در واقع 70 گذاشته خودش. اونم اینه که میگه آقا توپو که از دست بدن از همون جلو شروع میکنن پرس کردن و لاین دفاعی شما ممکنه مثلا تا وسطای نیمتون بیاد یا تا وسطای زمین بیاد. یه حالت دیگه ای هم داره که اون 95 گذاشتن به اسم اگرسیو که میگه آقا این احتمال اینکه شما در واقع ضد حمله بخوری خیلی زیاده. چرا؟ به خاطر اینکه از خود دروازه‌بان اونا پرس میکنن تا در واقع نیمه خودتون، یعنی بیشتر پرس داره در واقع توی اون نیمه اتفاق میفته. حالا من کاری که کردم آوردم رو گذاشتم این تا 60 که میبینیم روی خود بالانسه، یه دونه که میگه جلوی تا 61 میشه حال. این چیزی که من گذاشتم و خیلی هم الان به سخت بازی. پس اینم شد تاکتیکا. قسمت بعدی که هست اینجا دونه آر یک بزنیم بیاین این طرف. بچه ها ببینید هر بازیکنی یه سری رول بهش اضافه کرده. این چیزیه که توی فیفا امسال اضافه شده. قبلا یادتون یه سری پلی استایل پارسال اومد، نمیدونم مثل لانگ بال، مثل هاور شات، مثل این چیزا، مثل نمیدونم
رپید که هر کدومشون یه کاری میکردن. یعنی چی؟ یعنی مثلا پلیری که لاین بال داشت پاسای هوایی رو بهتر میداد، حالا چه در واقع پلی استایل معمولیش چه پلی استایل پلاسش که اون طلایی بود. کسی که نمیدونم مثلا رپید داشت وقتی صاحب توپ میشد سرعت بیشتری داشت. هر کدوم از اینا یه کاری میکرد. امسال اونا هست و یه چیز دیگه به اسم رول رو اضافه کردن که چیه؟ که بگه آقا هر بازیکن توی زمین چه کاری رو انجام میده. مثلا الان مارکوس توران، ببینید اول از اینکه هیت‌مپش رو بهتون رولایی که داره میگه پوچر، ادوانس فوروارد، تارگت فوروارد، فالس ناین و دوباره پوچر. هر کدوم از اینا ببینید من جابجاشون که میکنم یه هیت مپ جدایی رو میده بهش که آقا میگه بیشتر توی این در واقع فضا حرکت کنه. حالا مثلا من گذاشتمش رو پوچر، میگه کار پوچر چیه؟ اصطلاحاً خود کلمش میشه شکارچی. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا این آدم همه تمرکزش رو میذاره برای گل زدن، همه تمرکزش رو میذاره روی اینکه آقا موقعیتی اگر به دست میاد سریع سعی بکنه که در واقع توپ رو بدزده، خودش رو تو موقعیت قرار بده، پشت سر نمیدونم مهاجما، پشت سر مدافعا حرکت بکنه، توپ بگیره و همه این اتفاق. و یه قسمتی داره به اسم فوکس، یعنی میگه تمرکزش حالا رو چی باشه، اینکه حالا رو اتکه، یعنی میگه که تو مثلا میتونی تمرکزش رو بقیه روز کنی بشن میتونی جا بزنی، ولی میگه تمرکزش روی اتک بشه دیگه، نمیخوام برگرده یا نمیخوام تو عرض بازی کنم. بذار من برونو بهتون توضیح بدم. بعد آها، اونایی که پلاس داره مثلا الان توران پلاس داره، یعنی توی این رول پلیر موفق تریه، پلیر کاراتریه که حالا مثلا اگر رو ادوانس فوروارد باشه یا جلو که هست میتونه یه مقدار رو عقب برگرده، یه مقدار میتونه اوت آف پوزیشن بشه به سمت مثلا در واقع داخل باکس. حالا تمرکزش میخوای روی هجوم باشه یا نه میخوای که کامل اون منطقه باشه، یعنی تو عرض بیاد جای وینگر بیاد، این طرف دوباره جای این یکی مهاجم رو بیاد پوشش بده یا نه، این رو در واقع میتونیم براش تعریف بکنیم. حالا من اینو گذاشتم، اینو میخوام بزنم رو تارگت و اتک باشه. خب حالا بزنیم برونو رو بهتون بگم. برونو رول مختلف داره، پلی میکر، هاف یا هاف وینگر، نمیدونم در واقع تلفظ کدومش درسته، هاف یا هاف، این قضیه، شادو استرایکر، پلی میکر و دوباره پلی میکر. توی پلی میکر میگه که آقا این آدم بازی ساز اساسا، یعنی پشت مهاجمات قرار میگیره و برای اونا بازی سازی میکنه. حالا میخوای فوکسش چی باشه؟ فوکسش این باشه که هم برگرده توی دفاع، هم در واقع اون جلو رو بتونه مثلا ساپورت بکنه، یا نه رومینگ باشه. رومینگ اصطلاحا میشه بازیکن آزاد پشت محوطه، یعنی مثلا به مسی هم قبلا توی بارسا یادمه که گواردیولا خیلی این فضا رو میداد، میگفتش که آقا تو بازیکن آزاد باش و سعی کن که فضاهای خالی رو پیدا کنی. حالا منم اینجا اینو در واقع روی رومینگ دارم میدم، ولی مثلا وقتی که تو کلاس میذارمش عمل کرده بهتری داره. من اینو امتحان کردم، برونو رو سی ام گذاشتم و پلی میکر، ولی مثل وقتی که سی ام و پلی میکره کار نمیکرد. حالا اینا رو از کجا میتونیم ببینیم؟ ببینید بچه‌ها، شما وقتی که وارد خود ترکیبتون میشین روی هر بازیکنی که آرسه بزنین که بره در واقع ببینی که مثلا استاتسش چیه، اونجا که دیتیل هاست، اینجا که دوباره کوبرانش نشون داده، اینجا هم پلی استایل هایی که بهتون گفتن، دربال که برای ضرب آزاد هاست، این سایسی پاس که پاس عمقی بهتری میده، پینگ پاس که پاس زمینی در واقع آر دو زبتر میشه برای دست مهانی که کلاسیک بازی مهانی کلاسیک پلی استیشن توی منظور اون میشه در واقع پینگ پاس. پلی استایل پلاسش میشه لانگ بال که مثلا با دایره شما وقتی که لاب پاس میدین یا الیک مسلس مثلا میدین اون رو در واقع بهتر میده. فلیر داره که وقتی شما مثلا با الدو بخواییم پاس بدین، شوت بدین، شوت بزنین، این کار رو بکنین در واقع تواناییش رو نشونتون میده. فرست تاچ داره که شما وقتی پاس محکم بهش بدین یا توی یه چیزی هست وقتی که مثلا پاس میدین میتونین با آردو و شوت همون لحظه بهش جهت بدین، میتونین با اون استفاده بکنین. و ریلنسلس که خب استامینای در واقع بیشتری دارن این بازی کنن. ولی یه دونه تب جدید اضافه کردم به اسم رولز که بیاین اینجا، میگه با توی سی ام وقتی بازی میکنه میتونه این کارا رو انجام بده،
مثلا همون هاف وینگر باشه، هولدینگ باشه که میشه حالت دفاعی تر، دیپ لاین پلی میکر باشه که باز بیشتر تمرکزش رو دفاع، باکس تو باکس باشه، میگه از بین محوطه خودتون تا محوطه حریف رو پوشش بده و پلی میکر. سی ای ام که باشه میگه دوباره میتونه همون هاف وینگر باشه، شادو استرایکر باشه که میشه مهاجم سایه که میره و جای مهاجما قرار میگیره، میگه میتونه این کار انجام بده و پلی میکر که تو پلاس که الان من گذاشتمش روی این بازی. این توضیحات اینجا بود. اگر که سوالی نکته چیزی هست بگیم بهم، منم تو کامنت ها بنویسیم. من خیلی دوست دارم که با هم بتونیم تعامل کنیم. یعنی بچه ها من اگر که یک چیزی رو بدونم بهتون قطعا میگم و خودم حالا چون خیلی خوره گیمم خیلی هی سرچ میکنم، سعی میکنم که به روز نگه دارم دیتا، ولی باز یه موقعی هست شما مثلا یه نکته به ذهنتون میرسه و واقعا برام کامنت کنیم که ما هم بتونیم کامیونیکیت کنیم و بتونیم راجع به اینا حرف بزنیم، تبادل نظر بکنیم و همین. خب رفقا این از این، بریم سریع جوایز رو بزنیم که امیدوارم که از توش یه دونه واکاوت زیبا، یعنی ببینید بچه یه چیزی هم پسانت میده، یه انیمیشن اضافه شده که یه پلیری در واقع راه میاد و میاد جلو که این برای پلیرهای بوردر یا اصطلاح هم فلگی که قبلا میگفتیم برای همه این اینو نشون میده، ولی وقتی که واکاوت میشه یه مثلث پشت بازیکن اون تخت با همین نورا روشن میشه که اونا دیگه واکاوت واقعی، یعنی مثبت 86. حالا ریواردایی که داریم یه دونه پک مثبت 82 تیم آف دی ویک، مثبت 75 در 15 مثبت 15 و من همیشه از پک بد میزنم میام به پک خوب. اول میگم پک رو میزنم، خدایا ببینم چیکار میکنی. واکاوت جی کی آلما من هم ترش بگم ترش بگم ترش بگم ترش مهم رشفورد باری کرد رشفورد بکنم از که بیس کار بیس کار نوزده کار باشه پس با ترش بگم رشفورد هم بگم اینجا هم تیپیش فیلی نیست بود این دوتا ترشتگن و رشفورد مثل پک اول که داره پک بعد بود مثبت 82 تیم آف دی ویک پلیر پک 1-2-3. بچه این دوتا پک، این دوتا پک خیلی مهمه، امیدوارم که از ایونت بده آیکون بده که خیلی عادیه، ولی امیدوارم که در اولا از ایونت بده هفت موس و دفته پنی زبدر پونزده واکاوت نیست آرمی نیست حد در اولا سی تی باشه خبری نبود. و پک آخر یک دو سه ایونت بده ایونت واکاوت ال ام اسپانیا
خبری نه. حالا اون دو تا اولیه جالب بود. باز دمشگرم. یه دونه واکاوت یه دونه راشفورد داد به بچه. دمتون گرم. ممنون که ویدیو رو تماشا کردین. لطفاً کانال منو سابسکرایب کنین. برام کامنت بذارین، لایک کنین، با دوستاتون شیر کنین که قراره کلی ویدیو باحال براتون بگیرم، هم از فیفا هم گیم‌های دیگه. دمتون گرم که ویدیو رو تماشا کردین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.